فیلم هایی که ما وارد DVD سی پرو می کنیم میتونیم به دو شکل ازشون استفاده کنیم. یکی برای بکراند DVD هامونه که ببخشید برای بکراند منو هامونه. مثلا توی این منو من به جای اینکه از این بکراند استفاده کنم که یه عکسه، میتونم از این فیلم استفاده کنم. فیلم مورد نظرم و همونطور که اینجا میبینید درگ میکنم اینجا و ست بکراند رو میزنم. یه نکته که وجود داره اینکه شما باید کلیکتون رو نگه دارید. شما همونطور که میبینید اینجا create button and track داره، create button داره، create drop zone داره، create button and chapter index داره که راجع به همه‌شون صحبت می‌کنیم. اولی که set background، یعنی اینو به عنوان background اینجا بذار. من اگه اینجا الان این running man یا همون آقایی که در حال دویدن رو بزنم که play می‌کنه چیزایی که اینجا دارم رو، میتونم ببینم که منو DVD می همچین چیزی میشه. خب من اینجا بخوام اون قبلی که این عکس بود رو بیارم، پس اون رو به عنوان set background می‌زنم. اما کاربرد خیلی بیشتری که میتونه داشته باشه و یکی دیگه از کاربردهایی که داره اینه که شما این رو به عنوان یه فیلم توی کار بذارید و میخواهید ببینینش، یعنی در واقع فیلم اصلی شماست. برای این کار شما اون رو به عنوان یه ترک باید ازش استفاده کنید. برای اضافه کردن ترک ما به صورت دیفالت اینجا همونطور که میبینید یه جای خالی داریم توی دیویدیمون برای ترک ها و شما میتونید اد ترک رو بزنید. شما به محض اینکه اد ترک رو میزنید یه ترک اینجا اضافه میشه که اینجا هم توی پنجره ترک شما اسمش میاد، ترک شماره یک. من اسمش رو میذارم مثلا old. یه نکته دیگه که هست، اگر شما خواستید هر پنجره رو فول اسکرین بکنید توی محیط DVD سی پرو، مثلا خواستید پریویو بزرگتری ببینید، میتونید شیفت اسپیس رو بزنید. مثلا شما میخواید تمپلیت هاتون رو بزرگتر ببینید، شیفت اسپیس رو میزنید. البته بخشید روی تمپلیت کار نمیکنه، ولی روی منو ویور یا اسیتس یا آتلاین کار میکنه. اگه خواستید میتونید شیفت اسپیس رو بزنید که فول اسکرین بشه. حالا من اینجا ترک یک رو میخوام رینیم بکنم، میزنم اولد مووی ترک. باز این به محتوای فیلمتون هیچ کاری نداره، فقط یه اسمی که خود نرم افزار بشناسه. حالا توی این اولد مووی ترک که الان اینجا میبینم، من این فیلممو وارد میکنم. همونطور که شما میبینید یه زمانی رو این فیلم به خودش اختصاص میده روی ترک من که مثلا فرزن 2 دقیقه و خورده یه فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم، یه خورده میتونم از تش کوتاه کنم، 2 دقیقه و چند ثانیه است در واقع، 2 دقیقه و 30 ثانیه و 21 فریمه. پایینش قسمت A هایی که شما میبینین آدیو چنل ماست و S هایی که میبینین سابتایتل یا همون زیرنویس های ماست. شما هر چند کانال صدایی که بخواید این زیر اضافه کنید که برای هر ترک ماکسیمومش 8 تا کانال صوتیه، یعنی شما به 8 زبان مختلف میتونید این زیر دوبله داشته باشید، میتونید اینجا اضافه بکنید. یا اگه خواستید سابتایتل یا همون زیرنویس رو اضافه بکنید برای فیلمتون. به طور مثال من اینجا میخوام 3 تا زبون به این ترکم اضافه بکنم. من میدونم که یک کانال صوتی فارسی دارم که دوبله فارسیه و حالا همه چیزهای دیگه. البته این در واقع دوبله فارسی نیست، منتها خب یه فقط فایل صوتیه که من انتخاب کردم. یه دونه دوبله فرانسوی دارم که اینجا میذارم و یه دوبله به انگلیسی دارم. خب جالبه که انگلیسی خیلی کوتاهه، من اینا رو یه خورده با اجازهتون کوتاه‌تر میکنم که اندازه این بشه اگر بتونم. یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره و اون اینه که شما در آن واحد فقط یک دونه از این استریم هاتون میتونه فعال باشه، یعنی در آن واحد شما نمیتونید دوتا کانال صدا رو با هم پخش کنین، یا انگلیسی پخش میشه یا فرانسوی یا فارسی. به خاطر همین شما نمیتونید چند تا چیز رو با هم روشن و خاموش بکنید، فقط یه دونه از این کانال ها در آن واحد فعال میشه، که درست هم است. خب منطقی نیست که صدای انگلیسی بیاد صدای فرانسوی بیاد. حالا از اینجا شما میتونید تعیین بکنید که این زبان چیه. شما با کلیک کردن روی این رول بار میتونید بگید که مثلا اولین پرشینه توی پی پرشین، دومی فرنچه میایین توی اف فرنچ، سومی انگلیشه میام توی
سی تا اف که در واقع ای هم توی همون هاست انگلیش. و حالا وقتی من دیویدی رو رایت بکنم، هر کدوم از اینها اسم مورد نظر خودشون رو میگیرن، یعنی برای این میزان زبان فارسی، برای میزان زبان فرانسه و برای میزان زبان انگلیسی، که خب حالا وارد جزئیات بیشتری میشیم توی درس های آینده براش. زیر این قسمت این چیزهایی که شما میبینین انگل یا همون زوایای مختلفه، اگر شما چند زاویه از یه تصویر داشته باشید و بخواید بینندتون بتونه سویچ بکنه، میتونید اونها رو اینجا وارد بکنید، که خب من قاعدتاً چون اینجا هیچ زاویه دیگه ندارم اون رو میبندم و میرم سراغ همین خود فقط صدام و تصویرم. حالا من ترکم رو درست کردم، الان ترک اولد مووی ترک من درسته، صداهام هر کدوم سر جاشن، فیلمم سر جاشه، هیچ مشکلی نداره. اگه بخوام میتونم اینجا تست بکنم با هر کدوم که خواستم، مثلا بیام توی ویور پلی رو بزنم با فارسی تستش بکنم، یا مثلا دوباره با فرانسه تستش بکنم، یا با انگلیسی تستش بکنم. من فکر کنم صدای سیستم رو شما الان نمیشنوید، من سعی میکنم توی درسای بعدی روشن بکنم که بتونید این صدا رو بشنوید. من برای اینکه با صدای خودم ترکیب نشه این کار رو نکردم، خاموشش کردم که این مقدار راحت تر صدای من بیاد. خب حالا اینجا ما ترکمون آماده است، حالا میخوایم به یه دکمه تو منومون نسبت بدیم، یعنی وقتی که پخش فیلم رو بیننده زد، این فیلم براش باز بشه و این فیلم براش پخش بشه. شما اینجا توی قسمت آتلاین این ترک رو میگیرید و درگ میکنید روی این پخش فیلم. اینجا شما یه ست اسست دارین، یه کانکت تو ترک دارین، ست اسست اند کرییت چپتر ایندکس دارین و کرییت چپتر ایندکس دارین. ست اسست شما به غیر از اینکه خودش این به این وصل میشه، یه بک‌گراند هم اینجا میندازه. یعنی من اگه فرضاً این دکمه‌م نوشته نداشته باشه، کلاً فقط همین رو میبینم. ممکن این چیزی باشه که شما میخواین، ممکن اون چیزی نباشه که میخواین. به هر صورت من ممکنه اینجا خوشم نیاد، بخوام منوی دیویدیم و طراحیم به همین شکل بمونه، ولی خود این تصویر به این پخش فیلم مرتبط بشه. کانکت دو ترک، شما هر باتنی رو، هر ترکی رو روش درگ بکنید و کانکت تو ترک رو بزنید، این دکمه به اون فیلم وصل میشه. یعنی شما اگه تو گرافیکال الان بیاین و اینجا رو نگاه کنین، الان ما به بین منومون و این ترک تصویریمون یک ارتباط دو طرفه داریم. اگر شما ارتباطتون یه طرفه باشه، یه مشکل دیگه داره و اونم اینه که شما انجامپتون درست تنظیم نشده. انجامپ به این معناست که وقتی این فیلم تموم شد کجا بیاد، وقتی فیلم من تموم شد دیویدی کجا بره، بیاد روی منو، بره سراغ فیلم دیگه، بیاد روی منوی دیگه یا هر چیز دیگه. من انجام پرو اینجا روی اولد مووی ترک گذاشتم، البته به صورت دیفالت خودش به این صورت در اومد. اگر شما خواستید روی منوی دیگه بذارید یا حال کار دیگه بکنید، میتونید اینجا تغییرش بدید، ولی قاعدتا بهتره همیشه فیلم وقتی تمام شه برگرد روی خود منو، که اگر روی چیز دیگه ست بود، شما میتونید اینجا بیان روی منوز، مثلا منو و اولد مووی ترک، همون چیزی که الان هست. خب حالا مگه بخوایم یه بار سیمولیت بکنیم، من اگه سیمولیت رو بزنم، شما همونطور که میبینین من به محض اینکه موسم میاد اینجا فعال میشه و به محض اینکه روش کلیک بکنم این فیلم پخش میشه و وقتی که تموم بشه، حالا چون خیلی طولانیه شاید یه خورده زیاد زمان ببره، میاد روی منوی اصلی من و برمیگرده به همینجا. خب این اصول اضافه کردن هر چیزی به یه دکمه توی DVD Studio Pro. حالا توی درس‌های بعدی بازم بیشتر راجع به این مطالب چیزهایی با هم می‌بینیم.